سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، شماره پنجم از سری سکرینکست های ایمکس رو در خدمتون هستم. قبل از اینکه ادامه بدم من فقط یه چیزی رو خیلی سریع بگم. امروز اینجا خیلی هوای طوفانیه، بعد جایی هم که من نشستم کنار شومین است و صدای باد میپیچه. اگر حالا صدای باد صدای غیر عادی احساس کردین توی سکرینکست دیگه کاریش اون یه مورد دیگه کاریش نمیتونم بکنم. گفتم که قبلش یه هدز آپ بهتون بدم. سریع بریم سر اصل مطلب. واسه قسمت پنجم امروز میخوایم بیشتر در مورد اتوکامپلیت توی ایمکس صحبت کنیم، ولی خب قبلش یه سری موارد خیلی جزئی هست که باید با هم در موردش صحبت بکنیم. و قبل از هر چیز لازمه که من یه موردی رو اشاره بکنم. چند روز پیش یکی از دوستان یه پیار داد برای هبیج و من مرجش کردم. خواستم تشکر بکنم از آقای محمد موسوی به خاطر اون پیاری که داد و مشکلی که مثلا باگی که پیدا کرد و فیکسش کرد. اگه بخوام خیلی سریع اشاره کنم باگ چی بود، اگه یادتون باشه ما یه فانکشن نوشتیم برای اینکه پکیج ها رو بهش بدیم خودش اتوماتیک نصبشون کنه واسه دفعه اول که هبیج باز میشه، اگر هم نصب بود که هیچی. اما چون ما قبلا ریفرش کرده بودیم کانتنت پکیج منیجرمون رو، این درست کار میکرد. ولی اگه مثلا دفعه اول اینو پول بگیرین و بخواین هویج رو اجرا کنین، چون نیاز داره که برای نصب کردن پکیج ها حتما کانتنت ریفرش شده باشه، ولی چون دفعه اول متادیتایی نداره و کانتنت پکیج منیجر وجود نداره، چیزی نمیتونه نصب کنه و نهایتا یه اکسپشنی به شما میده که این پیار آقای موسوی اینو فیکسش کرد. خواستم ازشون تشکر کنم و ادامه بدیم. امروز یه کوچولو در مورد دیباگ کردن توی ایمکس با هم صحبت میکنیم، خیلی کم. فقط میخوام یه سیتینگ یه وریبلی بهتون معرفی کنم، بعد یه مقدار با ظاهر هبیج میخواییم دست و پنجه نرم کنیم، بعد میخوام شما رو با کمپانی مود آشنا کنم که یه فریمورکه برای اوتو کامپلیت توی ایمکس، و در آخرم با دبرف که یکی از مودهای مورد علاقه من هست و میخواییم با کمپانی مود اینتگریتش کنیم. خب برای شروع من بریم اول هبیج رو باز کنیم. خب ما هفته پیش آیدیو رو اینا رو نصب کردیم، الان آیدیو کار میکنه. یه تم دراکولا رو استفاده کردیم. اما یه نکته که شاید به توسعه همون کمک کنه، به توسعه هویج کمک کنه، اینه که من میخوام که هر وقت یه اکسپشنی اتفاق افتاد یا هر وقت یه اروری وجود داشت، من تریس بک ایرور رو ببینم، به جای که توی مینی بافر یه مسیج ببینم که آره یه همچین اتفاقی افتاده. برای این کار ایمکس یه وریبل داره به اسم دیباگ آن ایرور که اگر مقدار این وریبل رو ترو ست کنین، من الان دوباره با کنترل X کنترل E همین اکسپرشن رو اجرا کردم که مطمئن شم الان مقدار دیباگ آن ارور تروه که بله تروه. خب اینو خیلی بهتر همون اول که ایمکس میاد بالا مقدارش رو ست کنین که هر وقت یه اکسپشن اتفاق میفته ایمکس میاد مقدار این وریبل رو نگاه میکنه. اگر مقدارش ترو بود تریس بک برمیگردونه، یه تریس بک ریز میکنه. اگر نبود فقط مسیج اون اکسپشن رو توی مینی بافر نشون میده. برای دیباگ کردن خوبه. خب طبیعتاً یه مقدار رو پرفورمنس شما هم تاثیر میذاره، کند میشه، ولی با سیستم های امروزی اصلا مشکلی نداره. حالا هر وقت من خودم شخصا روی FG42 هر وقت نیاز نداشته باشم من کامنتش میکنم، و هر وقت مثلا مشکلی باشه بخوام دیباگش کنم دوباره میذارم سر جاش بمونه، یا مقدارش رو داینامیک عوض میکنم. این مورد اول. بعد
در مورد این هنسمنت هایی که امروز میخوایم انجام بدیم، یه مسئله که وجود داره شاید توجه کرده باشین که ایمکس یه سری منیو نمیدونم تول بار و اسکرول بار و اینجور چیزا داره. خب برای کسی که همیشه با کیبورد کار میکنه، من خودم فن کیبوردم، زیاد ترجیح نمیدم با ماوس کار کنم، این چیزا اضافه است. خب میدونم، یعنی باز کردن یه فایل و نمیدونم آندو کردن و کپی پیست و اینا درسته مثلا واسه کسی که تازه کاره ممکنه تو تول بار به دردش بخوره، ولی واسه من که مثلا کی بایندینگ ها رو میدونم و واسه شما که کی بایندینگ ها رو حتما همه کی بایندینگ ها که اینجا هست و تا حالا میدونین یاد گرفتین، یه چیز اضافه است، فقط فضا داره میگیره. همین میتونه خودش یه خط بیشتر باشه و مثلا کد بیشتری رو ببینم. همینطور در مورد این منیوی که این بالا هست، من خودم شخصا ترجیح میدم اینا رو همیشه حذف کنم. خب برای حذف کردن اینا، همونجوری که تو جلسه قبل صحبت کردیم، همه چی توی ایمکس یه سری یه موده، خب حالا یا یه میجر موده که برای یه بافر فقط یه دونه میتونه باشه، یا یه ماینر موده که حالا چند تا برای هر بافر میتونه باشه. اینا هم همشون ماینر مودن. برای مثال اگر من اگر این منیو بار مود رو من دیسیبلش بخوام بکنم، چیزی رو من دارم نیبلش بکنم، اگر من دوباره دوباره کالش بکنم خود میجر مودش رو که دیسیبل بشه، میبینین که حذف میشه. یا مثلا تول بار مود رو، خب یا اسکرول بار مود رو، خب خیلی الان محیط کاریمون بازتر شد و دیگه چیزایی که لازم نداریم و تو اسکرینمون در واقع نمیبینیم. خب اگه من بخوام اینا توی کدم انجام، یعنی توی فایل اینیتمون بیارم، یه نگاهی به فانکشنش میندازیم ببینیم چی میگه. بنابراین اگر ما بدون آرگومنت فانکشن منو بار رو صدا بزنیم فعالش میکنه، یا با حالا آرگومنتی که مقدار درستی داشته باشه، و اگر با آرگومنتی که مقدار غلط داره، حالا توی ای لیست منفی یکی مقدار غلطی حساب میشه، یه مقدار عجیبه، ولی خب همونجوری که جلسات قبل هم صحبت کردیم کلا ای لیست چون خیلی زبون قدیمیه، اونم سال 1983 اینطورا ساخته شده، خیلی چیزاش مال 40 سال پیشه و حالا دیگه چون انقدر بزرگ هست و انقدر لایبرری براش، یعنی بر اساس این ورژن ایلیز پس دیگه خیلی تغییر دادنش سخت. بنابراین با به این صورت ما میتونیم دیسیبل بکنیم منیو بار رو. ما همین کار رو واسه تول بار مود میتونیم انجام بدیم. اول دوباره فعالش کنم شما ببینین، دوباره دیسیبلش کنم و همینجور سکرول بار مود اول فعال و حالا دیسیبلش کنم. خب این سه تا از چیزایی که واقعا به کارمون میاد. بعد حالا یه مسئله‌ای که وجود داره، من یادم نمیاد شماره قبل در موردش صحبت کرده باشم، اینه که شما ممکنه توی ایمکستون چند تا بافر باز داشته باشین. خب ممکنه یه سری بافر باز داشته باشین، یه سری فایل باز کرده باشین. خب برای مثلا من خودم شخصا یادم میمونه چی بازه، یا حتی اگه یادم نمونه، خب دوباره اگه یه فایل رو باز کنیم اگه بافرش باز باشه همون رو نشونتون میده، یا میتونم مثلا لیست بافرامو ببینم. برای اینکه بین بافراتون مثلا سویچ کنین،
من اینجا بنویسم از شورت کی Alt X و B میتونین استفاده کنین. این خودش اتوماتیک از اتون اسم بافر رو میپرسه که میتونین مثلا حالت فازی سرچ توش انجام بدین و بدین به یه بافر دیگه. خب یا برای دیدن ببخشید من اشتباه نوشتم Ctrl X B Ctrl X خودم میزنم اونجا میزنم Alt X و برای اینکه لیست بافرهای بازتون رو ببینین از کنترل X و کنترل B میتونین استفاده کنین. خب یعنی کنترل X و کنترل B خب که میتونین حالا روی هر کدوم خواستین کلیک کنین یا اینتر بزنین باز شه. این روش نرمال سویچ کردن بین بافرها و ایناست، ولی واسه کسایی که ممکنه مثلا به داشتن تب توی ادیتورشون عادت کرده باشن یه سری مود هست، شما میتونید اونا رو نصب کنین. حالا تفاوت‌های زیادی با هم دارن، یه سری هاشون خیلی فنسی هن، یه سری هاشون ساده هن، قابلیت های مختلف دارن. من خودم هیچ کدومشون زیاد استفاده نکردم، ولی حالا محض فقط نمایش دادن یکیشون اگر سنتر تبز هست خب اگه اشتباه تایپ نکرده باشم که نه درست دارم که هم داره نصب میکنم، وقتی هم این سنتر تب نصب بشه شما فقط اجراش بکنین تب نمان. خب میبینین که این بالا الان بافرهای باز من رو به صورت تب میاره، کلی کانفیگ و اینا داره. میتونین مثلا ظاهرش رو عوض کنین، آیکون بزنین، حالا چیزایی که بنا به سلیقتون خودتون میتونین داکیومنتاشو بخونین و ازش استفاده کنیم. برای فعال کردنش هم فقط کافیه به این شکل وقتی تو اینیتتون هستین این فانکشن سنتر تابز مود رو صدا بزنین تا فعال بشه. خب من دیسیبل کنم و اینجا وشتم، فقط صرف این بود که بدونین مثلا تبای مودهای مختلفی واسه تب هم هست. برگردیم به اینجا. خب در مورد من صحبت کردم، بریم سراغ کمپانی مود. کمپانی مود یه فریمورک، یه لایبرریه برای اینکه شما اوتو کامپلیت اضافه کنین به ادیتورتون. خب خودش یه سری چیزای آماده داره، ولی شما فقط باید به چشم یه لایبرری بهش نگاه کنین. با اضافه کردن کمپانی مود شما اوتو کامپلیتی که تو ذهنتون هست رو به دست نمیارین. وقتی حرف از اوتو کامپلیت میزنم خیلی فکر میکنم اوکی من یه الان مثلا یه فایل جاوا باز کنم مثلا بنویسم سیستم دات بزنم باید همه چی واسه من برگرده. خب اینجوری نیست، کمپانی فقط یه لایبرریه. خب آلترنتیوهای یکی دو تا آلترنتیو واسش هست که مثلا اوتو کامپلیت مود هست که قدیمی تر از کمپانی مود و یه چند تای دیگه، ولی کمپانی مود یه قابلیت خیلی جالبی که داره، حالا قابلیت که نمیشه گفت، یه نکته خیلی خوبی که داره اینه که دوباره بازنویسی شده، از صفر بازنویسیش کردن اوتو کامپلیت رو و خیلی کد ترتمیزی داره، خیلی منظم، دیزاین خوبی داره. یه سری بک اند داره و یه سری فرانت اند. بک اند ماژول هایی هستن که برای شما این کلماتی که باید تو لیست اوتو کامپلیتتون بیاد و مثلا بهتون میدن. فرانت اند هم یه سری ماژولن که نحوه نمایش اونا رو تو اسکرین مثلا تعریف میکنن. این باعث شده که کمپانی مود خیلی ماژولار باشه و الان دیگه همه از کمپانی مود استفاده میکنن برای اوتو کامپلیت، خیلی فوق العاده است. خب کلی بک اند آماده براش هست، مثلا واسه زبونهای مختلف بک اندهای مختلف داره، یه سری بک اندهای خیلی عجیب غریب داره و نوشتن بک اند هم براش خیلی ساده است. خودش یه ویکی داره، برید نگاه کنین، در حد 4 5 خط شما میتونین یه بک اند ساده واسش بنویسین. استفاده کردنش هم خیلی آسونه. برای شروع ما لازمه که کمپانی رو به لیست پکیجمون اضافه کنیم. خب من الان دوباره کنترل ایکس کنترل ای نصبش مهم یه کمپانی is not available. اوکی الان این تریس بکی که میبینین نتیجه همون تغییریه که ما دادیم. خب جالب بود. اما چرا کمپانی رو پیدا نمی کنه؟ من یه پکیج اینستال کنیم، اسمش چیه؟ عده کمپانی
درست کمپانی چرا پیدانش نمی کنه؟ حالا تا من این مشکل رو حل کنم، الان این پکیج هایی که توی ملپا وجود داره، خب همونجوری که میبینین کلی بک اند های مختلف واسش هست، برای زبون برای کانفیگ های انجینکس گرفته تا شل، واسه گولنگ، ال اس پی، حالا چندین اپیزود برای خودش وقت میبره، لوا، و حالا کلی بک اند مختلف واسش وجود داره که میتونه ازش استفاده کنیم. به خاطر این کمپانی رو اشتباه تایپ کردم من اینجا. دوباره اجرا میکنم که کمپانی رو نصب کنه. اوکی، نصب شد. برای من ببخشید کمپانی مود، این پیج کمپانی مود هست. خب اینجا حالا نحوه نصب کردنش و پکیج های اضافه و نمیدونم که حتی چجوری بکن بنویسین و اینا، خودش داکیومنت های کامل داره. من فقط یه کلی در موردش با هم صحبت میکنیم. خب قبل از اینکه شروع کنم لازمه که یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اونم اینه که ایمکس به صورت دیفالت یه اوتو کامپلیت داره. خب اسمش کامپلیت اد پوینت. شما وقتی مثلا یه چیزی می‌نویسین، مثلا اد، حالا توی لیست من می‌خوام اد هوک بنویسم، از فانکشن اد هوکت می‌خوام استفاده کنم، وقتی آلت و تب رو با هم بزنم توی بافر دیگه لیست فانکشن ها و حالا لیست کاندیداهایی که برای اوتو کامپلیت وجود دارن رو به من نشون میده که من میتونم بزنم دوباره اد هوک، و چون یه دونه است کامپلیتش میکنه. خب من حالا دوباره اینجا میزنم با آلت و تب. خب این برای شروع خوبه، ولی یه جورایی خیلی فلکسیبل نیست. خب کمپانی مود خودش میاد از همین کامپلیت اد پوینت استفاده میکنه، ولی خیلی مثلا انهانسش میکنه و به خاطر ماژولار بودنش به شما اجازه میده که این پروسه رو بنا به نیاز خودتون عوض کنید. برای شروع کردن با کمپانی اول لازمه که خب مثل هر ماژولی ریکوایرش کنیم، کنترل ایکس ای الان اوالیویت شد و ریکوایر شد. بعد لازمه که کمپانی مود دو تا مود اصلی داره، یه کمپانی مود داره که یه ماینر موده و یه گلوبال کمپانی مود داره که اونم یه ماینر موده، ولی هم فرقش با مود اولی اینه که مود کمپانی مود فقط واسه یه بافره، ولی گلوبال کمپانی مود وقتی فعال باشه کل ایمکس رو، یعنی کل اون پروسه فعال شما رو شامل میشه. خب جلسه پیش در مورد اد هوک با هم صحبت کردیم. خب اما یه هوکی که وجود داره توی ایمکس و حالا ما تو جلسات بعدی خیلی ازش بیشتر استفاده خواهیم کرد، after init hook هست. وقتی ایمکس واسه دفعه اول اجرا میشه و کار لود کردن پکیج هایی خودش تموم میشه، این هوک رو صدا میزنه و تمام فانکشن هایی که تو اون هوک باشن رو صدا میزنه. خب این در واقع شما میتونین به عنوان مرحله اول بعد از اینکه ایمکس بالا اومد بهش نگاه کنین. ای بابا من امروز نمیدونم چه نمیتونم تایپ کنم اصلا. ما به این روش میتونیم به ایمکس بگیم که بعد از اینکه ایمکس بالا اومد، این فانکشن گلوبال کمپانی مود رو صدا بزن، در واقع گلوبال کمپانی مود رو فعال کن. خب من الان اینو کنترل ایکس کنترل ای زدم اوالویتش کردم، اما چون بر اساس یه هوکه و ما الان ایمکسمون بازه این اجرا نمیشه، بنابراین واسه دفعه اول من اینو منوال اجراش میکنم. اوکی الان اگه توی این مینی بافر نگاه کنین، خب میجر مود ما ایمکس لیست به کمپانی مود و پرینفر و نمیدونم پردیت و الداک و اینا هم الان فعال. خب یعنی الان کمپانی مود ما فعال شده. خب اگه من پرانتز باز کنم مثلا اد هوک، خب الان میبینین که یه حالت دراپ داونی برای من باز شد و آپشن هایی که من برای اضافه کردن، یعنی برای تایپ کردن دارم، و بهم نشون میده که با حالا کلیدهای بالا پایین یا Alt و M و Alt و P میتونم تو اینا حرکت کنم. خب
و حالا مثلا اونی که میخوام اینتر بزنم انتخابش کنم. این کمپانی مود الان بدون هیچ کانفیگیه، فقط من اجراش کردم. اینم باید اینجا حذف کنیم چون با اضافه با بوت شدن ایمکس دوباره خودش اجرا میشه، درسته؟ اما یه نکته که وجود داره، این دراپ داون خیلی به فرانت اون ماژول فرانت اندی که استفاده میکنیم برای کمپانی مود ممکنه قیافش عوض بشه. من خودم تا حالا هیچ وقت فرانت اندش رو عوض نکردم چون هیچ وقت نیازم نشده. با همین که اینجا الان شما دارین میبینین من کاملا برام کفایت میکنه. حالا شما شاید بخواین عوضش کنین، ولی یه سری از میجر مودا و یه سری از بک اندا عمدن عوضش میکنن خب، که مثلا اطلاعات بیشتری رو نشون بدن. حالا در آینده با هم پیش میریم و مودای جدید اضافه میکنیم و با کمپانی مود اینتگریتشون میکنیم، اون موقع در موردش صحبت میکنیم. اما دوتا نکته که من در اینجا میتونم اضافه بکنم اینه که شما مثلا الان روی این اد فانکشن ما اگر کلید F1 رو فشار بدیم خب، یه بافر دیگه تو این قسمت پایین باز شد که داکیومنت های اون فانکشن رو داره به ما نشون میده. خب یعنی یکی از قابلیت های خیلی هندی کمپانی مود هست. یه نکته دیگه که وجود داره، یه قابلیت دیگه که وجود داره اینه که مثلا همین اد هوک، خب شما اگر کنترل W رو بزنین وقتی روی یکی از این آپشن ها ایستادین، سورس اون کنترل W رو که بزنین سورس اون فانکشن رو بهتون نشون میده، شما میتونین بخونین. حالا ما الان چون توی از بکند ای لیست داریم استفاده میکنیم اینجوریه. خب برای اینکه بهتون نشون بدم یه وریبلی وجود داره به اسم کمپانی بکندز. خب من الان کنترل X کنترل E اوالیویت کردم، مقدارش تو مینی بافر دارین میبینین. خب یه لیستی از بکندهایی که وجود داره، بکندهایی که در واقع کمپانی مود وقتی شما یه چیزی رو وارد میکنید میره توی اون بکندها میگرده برای آپشنهای اوتو کامپلیت، برای کاندیداهای اوتو کامپلیت. خب ما اینجوری کار میکنه که در واقع این لیست یه اوردر لیستی از بکندهای مختلف. خب کمپانی مود میاد اون کلمه‌ای که الان وجود داره رو به اولین بکند پاس میده. اگر چیزی برگردون که دیگه پروسه لوکاپش تموم میشه و همون چیزایی که برگردونده رو توی یه دراپ داونی به شما نشون میده. اگر پیدا نکرد چیزی میره سراغ بکند بعدی. این پروسه انقدر ادامه پیدا میکنه که یا یکی از بکندها چیزی برگردونه یا بکندها تموم بشه و هیچ چیزی برنگردن که در کل دراپ داون رو بهتون نشون نمیده. خب اتفاقی که میفته اینه که این بکندها خودشون یه سری قابلیت اضافی دارن. مثلا الان بکندی که ما برای ایلیسپ استفاده میکنیم خب این قابلیت رو میده که مثلا داکیومنت های فانکشن رو برگردونه، سورس فانکشن رو برگردونه. عموما مثلا ممکنه شما یه بکندی استفاده کنین که اصلا ربطی به برنامه نویسی نداشته باشه. خب دیگه اون F1 و کنترل W اینا بی‌معنی میشه. این در مورد بکندها. ولی حالا یه نکته خیلی جالب من اضافه بکنم، البته قبلش نیازه که در مورد یه سری چیزها براتون توضیح بدم. قبل از اینکه بریم سراغ اون نکته جالب، خیلی بهتره که ما اینا رو این کمپانی مود از اینجا برداریم ببریم بذاریم یه جا دیگه. خب حالا مثلا یه ماژول درست کنیم، شاید بد نباشه اسمش رو بذاریم دیگه. خب اوکی، البته باید یه فانکشن تعریف کنیم به اسم قبلی ها رو چی تعریف کردیم؟ ماشاءالله هر یکیش ستاپه یکیش اینیته، اما اینیت فکر کنم بهتر باشه. اوتو کامپلیت داش نیت یه
تاک استرینگ اینتراکتیو باشه حتما و در نهایت رو شامل بشه. اوکی. برگردیم اینجا. اسم فانکشنمون چی بود؟ این الان فعلا میذاریم همینجا بمونه. خب الان من خیلی راضی نیستم از این شیوه که داریم کار میکنیم، ولی خب خیلی زوده بخوایم به مثلا کدومون رو ریفکتور کنیم. تو قسمت های بعدی به جایی میرسیم که میخوایم یه ساختاری برای اکستنشن هامون درست کنیم، هر کدوم از این مثلا ماژول هایی که داریم بشن یه اکستنشن و خودشون بتونن مثلا مدیریت رو کنن که کی باید لود بشن کی آنلود بشن و خیلی کد تمیزتری خواهیم داشت. ولی حالا تا اون موقع فکر کنم اینجوری کافی باشه واسه اینکه تستش بکنیم. یه بار من دوباره هویج رو از اول باز کنم. خب اینیت من الان باید اوتو کامپلیت داشته باشم که ندارم. چرا ندارم؟ کامپلیت من بررسی کنم چرا این کار نمی کنه. اوکی اوکی اینجاست. من بذارم اینجا. خب این وقتی صداش میکنه این به خاطر اینکه ما اومدیم به از هوک افتر اینی توک استفاده کردیم، وقتی که کد ما به اینجا میرسه خب قبلا این هوک صدا زده شده و دیگه تأثیری نداره. برای همین خیلی بهتره که global company mode رو همینجوری اجراش کنیم. خب یعنی برای دوباره واسه اینکه خیلی شفاف‌تر توضیح بدم، وقتی ما کد اون روند اجرای کدمون میرسه به اینجا دیگه اون هوک قبلا صدا زده شده و ما با اضافه کردن دوباره company mode به اون هوک چیزی آیدمون نمیشه. به خاطر همین خیلی بهتره که خودش رو اینجوری فعال کنیم. خب دوباره امتحان کنیم. الان من اگه برم اینیت رو باز کنم و اینجا نمیسم هوک، بله کامل شده. خب و تو مسیج ها من میتونم ببینم که این اوتو کامپلیت اجرا شده. خب این از کلیات اوتو کامپلیت. اما اون نکته جالبی که میخواستم براتون بگم قبل از اینکه توضیحش بدم، باید با یه مود جدید آشناتون کنم به اسم دبرب مود. خب به صورت پیش‌فرض فعاله، یکی از واقعا بهترین مودایی که من توی ایمکس ازش استفاده میکنم. روش کارش اینجوریه که به صورت شما خب وقتی توی بافر یه سری چیز تایپ میکنین، خب اسم متغیر، فانکشن، هر چیزی، به صورت داینامیک میاد این کلماتی که شما توی یه بافر یا به صورت کلی توی ایمکستون تو سشن فعلی ایمکستون استفاده کردین رو خب براتون یه اوتو کامپلیت خیلی ساده‌ای بهتون میده، خب براتون فراهم میکنه که با زدن یه سری چیزا واسه من انقدر عادی شده هیچ وقت فکر نمیکنم دکمه مثلا کی بایندینگش چیه. خب من الان آره با alt و back slash یادم نیست این کدومشونه، ولی حالا ما اسمشو میذاریم slash، بگمونم slash باشه. با alt و slash شما میتونین این مثلا کلمه‌ای که نوشتین رو
اکسپند بکنین به یکی از کلماتی که وجود داره توی سشن فعلی ایمکستون یا توی بافرتون. خب بای دیفالت فکر میکنم واسه کل سشن ایمکس باشه، یعنی اگه من بنویسم سم و آلت و ایکس آلت و اسلش بزنم کاملش میکنه. حالا یا به جای سم اگر مثلا دوتا کلمه به جای سمیر مثلا سیم داشته باشیم و سامان مثلا، اگه سم بنویسم و با ببخشین و با زدن، یعنی ادامه بدم به زدن کلید آلت و اسلش، یعنی من آلت رو نگه داشتم تون تون دارم اسلش میزنم، بین کاندیداهای مختلف این کلمه مثلا میچرخه و به شما مثلا آپشن های مختلف رو نشون میده، کاندیداهای مختلف رو نشون میده تا اونی که میخواین رو مثلا روش وایسین. خب این کلن دبره مود کلن کارش همینه. خب خیلی خیلی کاربردیه، مخصوصا وقتی دارین برنامه نویسین، اسم فانکشن هایی که درست میکنین یا اسم متغیرها یا هر چیز دیگه ای، خب چیزایی که شاید یه سیستم اتوکامپلیت بهتون پیشنهاد نده، اتوکامپلیت هوشمند، یا حتی اگه دارین یه مقاله مینویسین کلمات پرکاربردتون و اینا رو تون تون همینجوری میتونین کاملش کنین. اما خیلی خوب میشه که الان من چون کمپانی مود اضافه کردم توی این لیست، من فقط توی این لیستی که کمپانی مود به من میده، من فقط چیزایی رو میبینم که بکند ای لیست به من نشون میده. خب ولی فرض کنیم من میخوام که این خروجی های دبر مودم توی این لیست ببینم. خب اگر کمپانی مود بکند رو نگاه کنیم، چه کمپانی مود میدم، اگه بکند رو نگاه کنیم میبینیم که این پایین اینجا کلیک کردم نه کلیک کردم اون پایین اگه نگاه کنید آخرین بکندی که توش نگاه میکنه، خب بکند دبرف هستش. همونجوری که بهتون گفتم روش کاری این بکند ها اینجوریه که هر کدوم زودتر یه چیز، یعنی بکندی که اولویت بالاتری داشته باشه، یعنی توی لیست به ابتدای لیست نزدیکتر باشه اولویت بیشتری داره، و وقتی یه بکندی یه سری کاندیدای اتوکامپلیت برمیگردونه دیگه کمپانی مود ادامه نمیده بقیه و توی بکندای بعدی رو نگاه نمیکنه. خب برای همین وقتی که اون دبر مود همیشه آخر باشه، هیچ وقت تقریبا ما بهش نمیرسیم، هیچ وقت ازش استفاده نمیکنیم. تازه اگر ازش برسیم و استفاده بکنیم، خب من اتوکامپلیتای لیستم نیاز دارم واسه لیسپم، واسه این لیسپ میخوام از اونا استفاده کنم. یه روشی که خود کمپانی مود فراهم میکنه، اجازه بریم توی ماژول خودش بنویسیم، اینه که شما میتونین به این بک میتونین بکنداتون رو کم و زیاد بکنین دیگه، درسته؟ اما میتونین اینا رو با هم پیر کنین. حالا نه فقط پیر، میتونین مثلا یه سری بکند رو به کمپانی مود بدین، بگین اینا رو با من همینا رو میخوام با هم استفاده کنم. روش استفادهش هم اینجوریه که خب چون کمپانی مود بکند یه لیسته، و فکر کنم بهتون من اد تو لیست رو گفتم، اد تو لیست یه فانکشنه که مثل اپند میمونه توی پایتون، مثل پوش میمونه توی جاوا اسکریپت، مثل کانج میمونه توی کلوجر و غیره. خب به یه لیستی یه سری المنت اضافه میکنه. ما اسم لیستمون رو مینویسیم بکند، اول بهتر اینجا نشونتون بدم چجوری کار میکنه. فرض کنین یا لیستی داریم به اسم SDASD که توش یه سری چیزه، یه سری عدده. خب وقتی من میگم که به SDASD 4 رو اضافه کن، اوپس ببخشید من اینو اجرا کردم، اجراش نکرده بودم دفعه اول. خب وقتی من اضافه بکنم این، یعنی تعریف بکنم این وریبل رو و دوباره صداش بزنم، خب وقتی صداش بزنم میبینین که اون element رو، چون همه لیستای ایلیست لینک لیست هست، این add to list اون چیزی که من میخوام به لیست اضافه کنم و همیشه به اول لیست اضافه میکنه، یا مثلا خب
میبینین که حالا اون چیزایی که ما اضافه کردیم همجوری اضافه میشه به اول لیست. خب یا هر چیزی دیگه، دیگه اومد دستتون این حتی لیست چجوری کار میکنه. ما میخواییم به کمپانی مود، به بکندهای کمپانی مود یه لیست جدید اضافه کنیم از بکندهایی که ما نیاز داریم استفاده بکنیم در کل. خب درست. الان توی این مثال من اومدم این لیست جدید رو میخوام اضافه کنم به کمپانی، به بکندهای کمپانی. این لیست چیه؟ من چون این میاد اول لیست قرار میگیره، وقتی کمپانی مود یه لیست رو به عنوان بکند ها میبینه، میاد تمام میاد از خروجی همه این بکند ها با هم استفاده میکنه. یعنی اول اون کلمه رو پاس میده به این بکند، هرچی برگردون بعد دوباره کلمه رو پاس میده به این بکند دوم و چیزایی هم که این برمیگردن همه رو با هم مرج میکنه و توی اون دراپ‌داون نشون میده. خب یعنی الان با این کار من الان دوباره اینو اجرا کردم همینجا. اگه من بیام اینجا مثلا بنویسم سمیر، خب بعد بیام اینجا یه فانکشن میخوام کامپلیت کنم، حتی سمیر اسم کار مناسب کلمه مناسب مثلا اد فوتبال مثلا. خب من اینجا اد رو که بزنم باید فوتبال رو هم ببینم که ندیدم. خب چی مشکل داره؟ درست نمشتیم. خب من مجبور شدم ویدیو رو واسه چند دقیقه پاس کنم، یه سری چیزا رو تست کنم تا مطمئن شم که مشکل از کجاست. الان برای مثال همین کمپانی مود، کمپانی بکند رو اگر من بهتون نشون بدم، الان من این اکسپرشن رو قبلا اوالیویت کردم و این لیست به عنوان هد جدید لیست کمپانی بکند وجود داره. خب اگر من مثلا بیام بنویسم شونم مسیج یا مثلا یه چیز دیگه، خب بعد دوباره بخوام کامپلیتش کنم، میبینین که الان این چیزی که از دبرف یعنی خروجی بکند دبرف و خروجی بکند کپ که مال ایلیسپه با هم قاطی شده. خب یعنی مسیج اول به خاطر حروف الف با و این چیز دومی هم که نوشتم آخر قرار گرفت. خب نکته ای که وجود داره، من فکر میکنم حالا ویدیو رو که پاس کردم من چیزهای مختلف رو تست کردم. خب مثلا اگه من یه همچین چیزی درست کنم، خب یا اینجوری، خب فکر میکنم حالا برداشت من اینه که به خاطر سیستم اوتوکامپی، به خاطر سیستمی که وجود داره، دبر یه سری کلمات رو فاکتور میگیره. خب توی بکندش یه سری هم مثلا خروجی میده، مثلا این اد رو اینجا داده ولی مثلا اون AAAA و یا اد بی و اینا رو خروجی نداده، که فکر میکنم خیلی برمیگرده به خود بکند دبرف. باید این اگه میخوام مطمئن شم باید برم کدش رو بخونم. خب اما حالا اگه وقت کردم بعدا میخونم و تو شماره بعدی در موردش صحبت میکنیم. اما کلا خواستم بهتون نشون بدم که چجوری میتونین بکند های متفاوت رو با هم قاطی کنین و برای حالا برای مثلا بافرهای مختلف و برای حالا زبان برنامه‌نویسی مختلفی که می‌خواید استفاده کنید ممکنه به کارت میاد. مثلا بکند آی اس پی ال داره، بکند واسه سی پلاس پلاس داره، مثلا روبی داره، واسه همه چی هست. خب خودتون هم میتونید بنویسید. یکی از حالا اینو گفتم رسیدیم به اینجا من دوباره سیو اشاره بکنم که ایمکس واقعا یه فریم ورک برای اینکه شما بتونید ادیتور مورد علاقتون رو خودتون بسازین. خب توی ادیتورهای دیگه شما لایبرری که نه، یه سری پلاگین آماده استفاده میکنین، اون پلاگین یه سری قابلیت بهتون میده، ولی اینجا
الان همین کمپانی مود یه فریم ورکی برای شما که سیستم مثلا اتو کامپلیت خودتون رو خودتون بچینین، بنا به نیازهای خودتون این بک اند رو با هم میکس و مچ کنین. بعد اگه نیاز دارین بک اند خودتون رو بنویسین و خیلی حالا نکات دیگه ای که وجود داره. یعنی واقعا میتونین نیاز خودتون رو، نیازی که دارین رو بسازین برای خودتون، ابزاری بسازین که جوابگوی نیاز خودتون باشه. اولش من اینم بهتون بگم، وقتی شروع میکنین به کار کردن با ایمکس ممکنه به ادیتورهای دیگه عادت کرده باشین، هنوز احساس نیاز نکنین. خب تا الان ابزارهایی رو استفاده کردین که یکی براتون نوشته، یه کمپانی، یه شخص نوشته و شما دارین استفاده میکنین. و ماهیت ما انسان ها اینه که با یه سری تغییرها خوب کنار میاییم. خب برای مثال من الان IT استفاده میکنم، وقتی متا و دی رو میزنم این چیزی که این بالا میبینین باز میشه، یه لانچر خیلی ساده است به اسم دی منیو. خب این لانچر اوتو کامپلیت نداره. خب یعنی من اگه اینجا بزنم مثلا فایرفاکس واسه من کامپلیتش نمیکنه. خب بعد خودم کامل تایپ کنم فایرفاکس. اولش که من این مزیه لانچر دیگه اومدم رو دی منیو استفاده میکنم، اولش که من از این استفاده میکردم یه مقدار این رو مخم بود که چرا این اوتو کامپلیت نداره، من هی باید تایپ کنم. خب ولی چون مسئله کوچیکیه من هی هر دفعه تایپ میکردم، زیاد برام مهم نبود چیزی که میخواستم اون تو اون لانچر تایپ میکردم. و الان که میبینم مثلا بعدش شاید بگم چند ساله هنوزم من اوتو کامپلیت رو ندارم ولی عادت کردم بهش. خب این در مورد ابزارهای دیگه و ادیتورها هم صادقه. شما ممکنه مثلا اگر اتم استفاده میکنین، سابلایم استفاده میکنین، هر چی استفاده میکنین، چون اون ابزار در اختیار شماست، شما خودتون رو با اون ابزار وفق میدین به جای اینکه ابزار مثلا ابزار رو برای نیاز خودتون تغییر بدین. برای همین فکر کنم اولش که ایمکس رو استفاده میکنین تا یه چند وقتی حالا آروم آروم با هم پیش میریم میبینین. براتون عجیب باشه که مثلا نیازهای مختلف ممکنه شما داشته باشین، همیشه یه جور کار کردین، الان هم شاید همونجوری ادامه بدین، ولی با گذشت زمان یواش یواش میاد دستتون که چجوری میتونین محیط کارتون رو بنا به نیاز خودتون تغییر بدین که پروداکتیویتیتون بهتر بشه یا لذت ببرین از محیط مالا ادیتورتون و غیره. اینو دوباره خواستم اشاره کنم که به نظرم قوی ترین قابلیت ایمکس هست. برای جلسه بعد حالت اینجا که نیست، من این کدا رو الان پوش کنم یه دقیقه. ببخشید. خب امروز اصلا روز من نیست، یه ریویو بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده. اوکی نپوش کنم و اپیزود 5 اینم پوش کنم. خب برای جلسه بعدی من فکر میکنم که یه مقدار وقت بذاریم روی خود شورتکی ها و اینکه چجوری یه شورتکی تعریف کنیم، یه کیبایندینگ تعریف کنیم و اینا. برای اینکه یادم هم نره از همین الان مینویسم. بازم اگه سوالی داشتین، مشکلی برخوردین، اگه باگی پیدا کردین خوشحال میشم ایشیو بزنین، یا حتی اگه PR بدین واقعا خوشحال میشم. امیدوارم لذت برده باشین. تا شماره بعدی.